توی این ویدیو میخوایم درباره کشورهای مختلف صحبت کنیم که کدوم کشور ممکنه واسه مهاجرت و زندگی مناسب باشه. همراه آقا پدرام هستیم و از تجربه ایشون استفاده میکنیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. خوش اومدید توی یه ویدیو دیگه، همراه آقا پدرام هستیم. آقا پدرام، دوستان سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین خوب کانال روال شو. خدا کنه درست تلفظش کرده باشم. آره هی نگاه میکردم بودم خدا درست تلفظ کردم یا نه. بعد خدمت شما عرض کنم، واقعا ممنونم از آشایان عزیز من رو دعوت کردن، در خدمتتون هستم. بزرگوار هستم. من از شما ممنونم که وقت گذاشتید. من کانالتون رو دنبال میکنم، میبینم با کشورهای مختلف تو مراوده هستید، دوستانی هستن مصاحبه میکنید، سفر میدید و جهانگردید. گفتم خب چه کسی بهتر از شما که توی کشورهای مختلف رفتید میتونه اطلاعات با ما بدید. ازتون بپرسیم و در خیلی دوستان بذاریم. شما به کدوم کشور ها سفر کردید و دیتای کدوم کشور ها رو بیشتر دارید که در موردش صحبت بکنیم؟ خواهش میکنم شاید اینجا خدمت شما عرض کنم. ببینید، حالا من که خودم خیلی جهانگرد نیم چه جهانگرد میدونم، کسایی هستن که واقعا تو این حوزه خیلی جهانگرد واقعی هم خدمت شما عرض کنم، ولی آدم کسی رو سفری هم میتونم بگم بحث سفر کردن من و بحث جهانگردی من برمیگرده به زمان دوره کودکی. این زمان شناسا هستن که میگن ریشه در کودکی داره. دقیقا مثل به واسطه شرایط خانواده و پدر مادر بود، چون دائما در حال سفر بودن و خود موقعیت کار و زندگیشون و ما هم کشورهای مختلف رو دیدیم. خدمت شما عرض کنم، من از اگر از قدیم بخوام شروع بکنم، جماهیر شوروی قبل از اینکه روسیه بخواد تشکیل بشه و من اونجا زندگی کردم تا برسه تو کشورهای اروپایی. و خدمت شما عرض کنم از این برم بریم زمانی که من 18 ساله شدم. خب من چون یه شانسی هم آوردم، تک پسر بودم و سریع قبل از اینکه بخوام گواهی نامه بگیرم گذرنامه گرفتم. این خیلی واسه من جذاب بود، همیشه این سفره یه دغدغه بود واسه من و اولین سفرم رو شروع کردم تو سن 18 سالگی به صورت جهانگردی و اولین کشوری هم که رفتم ترکیه بود. من شما عرض کنم با اینکه در اصل خودم هم آذری هستم، تقریبا کشورهای مختلفی رو رفتم. اون چیزی که حضور ذهنم هستش به جز حالا ترکیه، ارمنستان، گرجستان، خدمت شما عارض بشم که سنگاپور، مالزی، روسیه، از چین، هند، این چیزی که الان تو خاطرم هست، کشورهای عربی، امارات که اصلا خودم اونجا زندگی میکنم. دیگه اگر یه کشور دیگه هم هست، حالا قزاقستان و شهر آلماتی، جای مختلفی هستش که حالا بعضی از اینها رو به صورت تفریح سفر کردم، بعضی ها رو به صورت درس کاری بوده. مثلا مثل کشور چین به صورت کاری بوده و خدمت امارات به صورت کاری بوده و امثال این در خدمت هست. ما یه تماس تلفنی با هم داشتیم، یه سری صحبت ها شد خیلی واسه من شخصا جذاب بود که درباره امارات صحبت کردید. گفتید که مثلا اینجا هر چقدر آدم بمونه فقط اقامت میدن، حتی اونجا ازدواج هم بکنید بازم بهتون شهروندی نمیدن، پاسپورت نمیدن. خیلی خب تو ترکیه این آپشن هستش که شخصی که میاد اینجا خونه میخره میتونه مثلا اینجا شهروندی بگیره، ازدواج کنه میتونه شهروندی بگیره، شرکت حتی ثبت بکنه، اون شرکتش چند سال کار بکنه باز میتونه شهروندی بگیره. خیلی پوانهای یعنی راحت ترین کشوریه که تو جهان داره شهروندی میده ترکیه، میتونیم اینجوری بگیم. و کاربردیه، مثلا کشور اسمش یادم رفت، خیلی تبلیغش میکنن، با 100 هزار دلار مثلا پاسپورت میده. دومینیکا رو می‌خواستم بگم. دومینیکا مثلا این کار داره می‌کنه. الان یونان هم دقیقاً شروع کرده با این روش داره شهروندی میده. ولی خب امارات که آرزو خیلی هست و جایی واقعا شیکیه و قبولی کرده خارجی‌ها رو، یعنی جامعهش پذیرفته که افراد خارجی نیاز داریم، چه واسه سرمایه گذاری، چه واسه پیشرفت و زندگی و نیروی کار. خب ولی تو ترکیه اونقدر
پذیرا هنوز نیستن، یه خورده گارد دارن و فکر می‌کنم دارن خاکشون رو می‌فروشن و دارن کشورشون تجزیه میشه اینجوری. ولی خب یه مطلبی هم باحال گفتید که خیلی جالب بود واسه خودم، جامعه چین رو گفتید که ازش خیلی صحبت نمیشه. الان میخوام از اول از هر چیزی از چین بگیم، بعد بیام درباره امارات بگیم، چون امارات رو صحبت کردیم نمیخوام مستقیم وارد اون بشیم، که دوستان اون ویدیو رو حتما برام ببینن، کامل درباره امارات صحبت شده، بحث شده، همین موارد کامل توضیح داده شده. ولی درباره چیزایی که خیلی نمیدونن بگیم، مثلا چین واسه خود من خیلی جذاب بود، گفتید هم از نظر بیزینس، هم از نظر زندگی، هم از نظر چیزای مختلف خیلی جذاب‌تر و راحت‌تره و پذیرفته خارجی‌ها رو. یه ذره درباره چین صحبت کنیم، بعد کشور دیگه که سفر داشتید حرف بزنید. شایان جان اجازه بدین من گفتگو رو ابتداش رو این مدلی شروع بکنم برای این موضوعی که شما فرمودین. اول بگم که این نکته مهمه، هیچ جای دنیا بهترین نیست، هیچ جای دنیا هم بدترین نیست. یعنی شما هیچ کشوری رو نمیتونید پیدا کنید بگید آقا مثلا امریکا بهترینه، تهه یعنی بهشته، و مثلا فرض مثال افغانستان دیگه جهنم مطلقه، یا مثلا حتی کره شمالی جهنم مطلقه. و من این رو نمیپذیرم، به خاطر اینکه هر جای همه چی باید نسبی سنجید، هر جای خوبی ها و بدی ها خودش رو داره. ولی خب الان کشورها تو این سالها رفتن به سمت پیشرفت کردن. حالا این چیزی که موردی که شما فرمودین در رابطه بحث کشور چین، کشور چین کشور جذابی هستش، به خاطر اینکه این کشور پتانسیل‌های بسیار زیادی داره و یه مقدار ناشناخته مونده به نسبت به کشورهای دیگه، مخصوصا برای ما ایرانی‌ها. چرا این رو عرض می‌کنم؟ چون همیشه از قدیم این مسئله بوده که به در از ایرانی‌ها گفتن که آقا اروپا خوبه، کانادا خوبه، آمریکا خوبه، همش این تو ذهن مردم ایران بوده که آقا ما اگه قرار مهاجرت بکنیم باید حتما بریم اروپا، حتما بریم آمریکا، حتما بریم کانادا که مثلا به یه جایی برسیم. ولی نه، این شکلی نیست. شما توی کشور چین هم که میتونم بگم الان دومین اقتصاد جهان و بزرگترین وارد کننده، ببخشید صادر کننده کالا به کل جهانه، قطعا وقتی شما میرید تو اون کشور اولین چیزی که توی چین به صورت عملی میبینید و اون چیزی که اون دیتا هایی که از طریق مدیا به مردم داده شده، میبینید اون خدای زمین تا آسمون فرق داره. من قبلا یادمه که مثلا ویدیو نشون میدادن از چین، مثلا چین رو یه دادکوره نشون میدادن با یه مثلا گاری مردم دارن میرن و شرایط این شکلی. ولی نه الان، شما 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش هم که میرفتین چین نگاه میکنید خدا مردم چین چقدر تو رفاهن، چقدر اینجا مدرنه، چه کشور مدرنی هستش، کلی برج بلند و کلی کمپانی و مردم تو یک سطح رفاهی قابل قبول. من به عنوان کسی که چند بار سفر به چین داشتم و سفرهای کاری به کشور چین داشتم و یه اطلاعاتی تو این حوزه دارم، شهرهای مختلفش رو دیدم، باور کنید ماشینای اروپایی تو چین بیشتر از ماشینای چینیه تو خود چین. یعنی بیشتر مردم ماشینای اروپایی استفاده میکنن. شما بنز میبینی، بی ام و میبینی، ولوو میبینی، نمیدونم به امثال اینا رو میبینی، ماشین چینی هم هست. ولی میخوام بگم سطح رفاه خیلی بالاست. خب مردم بسیار تلاشگر، مردم پشتکار بسیار زیادی دارن و کشورشون یاد داده که باید برای اینکه به یه جایی برسن قطعا باید تلاش زیادی بکنن و این تلاششون هم ستودنیه و نتیجه هم داده. میبینید که الان دومین کشوری هستن که تو بحث اقتصاد حرف واسه گفتن دارن. ولی یه مسئله که هست، چون عمدتا دوست دارن مردم برن به سمت کشورهای اروپایی و کشورهای این تیپی که اون هیمنشون باشه که آقا مثلا آلمانه ها، مثلا سوئده ها، دیدین من شاید بیشتر از اون قضیه رفاه و آرامش کلاس گذاشتن است به خدا. من چیز دیگه واقعا ندیدم. مثلا ترکیه رو میگن ترکیه شد جا، اصلا مگه اونجا کشور حساب میشه؟ حیات خلوت ایران انگار اینجوری حساب میکنن تو طرز فکرش. حالا من یه چیز خدمتتون عرض کنم شاید جان، ببینید تو من خانواده مادریم همه اروپا، یعنی میتونم بگم 90% اروپا. اروپا کجا؟ سوئد، آلمان، دانمارک و امثال این کشورها. خب وقتی که من تو مدیا مثلا شنیدم که سوئد چاپ ترین کشور جهان است، این چشای من اصلا برق زد. اومد بیرون چی میگه؟ کجا شاد در ما دیدیم، ما بودیم، ما میدونیم چه جوریه. یکی از دپرس ترین کشور است.
یکی از تنها ترین کشور است. نه فکر کنید مثلا بگم مهاجرینش تنها است، نه، برخلاف اون مهاجرینش هم تازه بیشتر شاد دارن. خود نیتیو دست مردم اروپا خیلی دست دپرسن. نمیخوام از بحثمون دور بشیم، دوباره برگردیم به بحث چین. ببینید اول اینکه یه موردی که هست، شما تو چین باید حتما زبان چینی یاد بگیرید. خب اگه میخواهید اونجا زندگی بکنید، حداقل یه متوسطی باید یاد بگیرید. زبان چینی هم زبان سختی است دوستان، این رو من عرض بکنم. من خود من فقط از چینی دو تا کلمه بلدم، یه نیها بلدم، یه شیشیا که به اسم تشکره، حالا نیهاش میشه سلام. خدمت شما عرض کنم، درسته ما اونجا به تبع برای بحث کار زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم، چون خود چینی ها هم وقتی درگیر بحث خارجی شدن و دیدن چاره ای نیست، زندگی در کنار هم باید جلو بره و جامعه ای هستش، مردمی هستش که پذیرفتن مردم خارجی رو، مردم کشورهای دیگر رو، چون بیزینسشون با اونها هست و رفتن زبان انگلیسیشون رو بهتر کردن. به نظر من خب من تو امارات با همه دستای آسیای شرقی دور در ارتباط هستم، با فیلیپینیش، با چینیش، با کره ژاپنی، همه جور آدمی رو دیدم. به نظر من چینی ها الان وضعیت زبانشون از اونها یکم بهتره، خب چون درگیر این بیزنس بین المللی هستن. یک کشور کاملا در اصل به خاطر نوع تجارتش فکر میکنم گزینه خوبی باشه و الان یه عده‌ای از مردم ایران دارن میرن سمت در از کشور چین، ولی به خاطر نوع نگاه بیزینسی که هستش، تجارتی که هستش، و میتونن یه تجارت خوب رو ران کنن، چون پایین ترین قیمت اجناس رو شما میتونید توی چین پیدا بکنید و از اونجا خریداری کنید. بعد خریداری محدودیت نداره، یعنی شما به عنوان یک آدم نوعی که شاید خیلی از بیزینس هم چیزی ندونید، وقتی مراجعه میکنید چین، حالا یه بازاری یا فروشگاهی یا استوری رو پیدا میکنید، از همه نوع جنس و از همه نوع قیمت میتونید اونجا پیدا کنید و در از خریدتون رو انجام بدید و ببرید کشور مقصدتون و بیزینستون رو رام بکنید. حالا بحث بیزینس رو گفتید، درباره دانشجویی یا اقامت اونجا اطلاع دارید که به چه صورته؟ ببینید من در رابطه اقامت اونجا خیلی اطلاعات زیادی ندارم، ولی میدونم که اقامت خیلی پروسه شاید مثلا ساده ای نباشه توی چین. مثلا شما ممکنه با ازدواج با یک خانم چینی شاید یه اتفاقی براتون بیفته. چون اطلاعات دقیقی ندارم، نمیخوام اطلاعات نادرستی بدم. خب فکر میکنم این رو حالا در آینده یک گفتگویی شما داشته باشید با خانم الهام ربانی که ایشون در اصل تو چین زندگی میکنن، یه بیزینسمن حرفه‌ای هستن و اطلاعات دقیق تری نسبت به این مسئله دارن. درسته، خیلی ممنون. به واسطه شما با ایشون آشنا شدیم و ایشالله در تایم خیلی نزدیک با هم یه ویدیوی میگیریم و دوستان توی کانال قرار میدیم که اطلاعاتشون در باید چین هم بیشتر بشه. خیلی خیلی واسه خودم هم جالب بود این جامعه چین که به این صورته و پذیرا بودنش واقعا واسه هم جذاب بود. حالا ترکیه نمیگم اونقدر پذیرا نیست، پذیراه، ولی خب یه سری قشر تندرو هست همه جا دیگه که نمیخوان و یه سری مسائل پیش میاد. درباره کشورهای دیگه که حالا گفتید مثلا میگم اون کشور خیلی شادن، کلا سوشال میدیا و مردم ما دروغ رو دوست دارن و چیز دروغ بیشتر بولد میشه. من الان بگم مثلا ترکیه مهد فساد فلانه، باور کنید مثلا نزدیک 2 میلیون ویو میخوره، ولی خب درباره اطلاعات کامل هم توضیح میدم ویو نمیخوره و این بلاگرها با این قضیه بازی میکنن که ویو بگیرن و مردم هم واسه هم دیگه شیر میکنن دیگه. من تو ایران خبرنگار بودم، سر همین منبع خبر خیلی مهمه، باید بدونیم از خودش، ولی خب همه شیر میکنن، نمیدونن از کجا اومده، صحت داره نداره، هر چیزی منفی باشه یا یه چیزایی مثلا مثبت 18 باشه سریع واسه هم دیگه ارسال میکنه، ولی خب توی اطلاع رسانی اصلا، توی آموزش اصلا متاسفانه شیر نمیشه و من دیگه اطلاع نمیدونم. سواد رسانه دیگه متاسفانه تو کشورهای دیگه، ببخشید، خوشبختانه تو کشورهای دیگه این از طریق آموزش بس سواد رسانه‌ای رفته بالا و مردم هر چیزی رو به راحتی قبول نمی‌کنن، سرچ می‌کنن. ولی خب تو ایران الان همین اخیراً اگه شما حالا شاید گفتگومون یه مقدار به بیراهه کشیده بشه، ولی مثلا الان شما نگاه می‌کنین هر کسی برای گرفتن فالوور، الان مثلا آقا نبات بده، گوشت بده، نمی‌دونم برنج بده، فردا میگن آبم دیگه نخورید، تو آب ممکنه مثلا شما مریض شید. یعنی میخوام بهتون بگم خیلی مردم به این دیتاها توجه نکنن، از سورسا برن این رو پیدا کنن یا اینکه از سایت رسمی برن دنبال اینو بگردن. اگه کسایی مثل شما که
در اصل دارن اطلاعات دقیق و درست رو در رابطه اون کشوری که هستن میدن، در اصل اون بیس رو بذارن روی اون. مرسی لطفه. البته منم تا جایی که میتونم تحقیق میکنم، اطلاعات جمع میکنم و اطلاعات درست میدم، چون کارم همینه، باید دیتا داشته باشم، نداشته باشم نمیتونم کسی رو راهنمایی کنم، حتما به مشکل میخوره. حالا هر مشکلی هم پیش میاد رو راست و صادقانه میام تو کانال میگم که دوستان این اتفاق مواظب باشه، این سر من اومده سر شما نیاد. مثلا مت از اتفاقات درس بگیری، ولی دلیل نمیشه این بشه مثلا بگن دیگه بهت اعتماد نباید بکنیم، تو اشتباه کردی. هر آدم ممکن اشتباه بکنه، حتی اون حرفه‌ای که داره انجام میده. ولی خب من صادقانه میام اشتباهاتم حتی میگم. توی بین این کشورهایی که گفتید، خب به نظرتون کدومش اقامت راحت تری میده و سفر به اونجا پیشنهاد میکنید به جز چین؟ حالا من چینو چون اطلاعات اقامتش باید از خانم الهام ربانی هستن، از خانم الهام خانم میپرسیم و حالا دقیق میگیم چه جوری اقامتش. ولی خب کشوره دیگه چه به چه صورته، میشه رفت نمیشه رفت؟ ببینید شایان جان، در رابطه بحث اقامت، چون ایرانی ها ببینید نگاه دو تا نگاه هست، یکی بحث ایرانی هست که مردم کشور ما با مردم کشور دیگه کار نداریم، ما با خودمون کار داریم با ایرانی. مردم کشور ایران اقامت برای اقامت دنبال یه هدف خاصی هم دنبال اینن که یک نتیجه و یک خروجی داشته باشه. چرا به اون صورت مردم مثلا کشور عربی رو سمتش نمیرن یا مثلا کشوری مثل چین و مثلا تایلند و اینا رو سمتش نمیرن؟ به خاطر اینکه تهش به پاسپورت نمیرسن، تهش به شهروندی نمیرسن. حتی اگه بچه‌ش اونجا به دنیا بیادم اتفاق خاصی نمیفته. مثلا همین ایران، مگه افغانستانی عزیزمون که تو ایران بچه‌شون به دنیا میاد مگه بهشون از هویت میدن؟ آره، یه تهش برگه بیمارستان میدن که آقا مثلا این بچه اینجا به دنیا اومده. خب پس بهترین کشورها برای ایرانی ها یکی اتحادیه اروپا هست، یک کشور اروپایی، حالا میتونه آلمان باشه، میتونه سوئد باشه، دانمارک باشه و امثال اینها که اصطلاح اسکاندیناوی بهشون میگن. کشور کاناداش که الان دیگه خیلی راحت کرده، یعنی من الان هر جور میبینم سلام بهش میکنه میگه من خدافظ من دارم میرم کانادا. مثلا کشور حالا امریکا هستش، این گزینه‌هایی که برای مردم ایران راحت تره که هم از نظر بحث تحصیلی، یعنی تحصیل میکنن به یه درجه یا اینجا تحصیل کردن، آدمای تحصیل کرده ای هستن اینجا، اپلای میکنن میرن کشورهای مثل کشورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا امثال اینها و توی تایمی رو اونجا میگذرونن، زندگی میکنن، کار میکنن، مالیات میدن و نتیجه نهاییش میشه که اقامت اونجا رو دریافت. یه بحث دیگه هست، بحث ازدواجه که بحث شیرینیه مخصوصا برای هر کسی، چون به نظر من راحت ترین بحث اقامت بحث ازدواج هست، چون شما اونقدر دغدغه خاصی ندارید. یه شخصی که اونجا یا نیتیو اونجا یا مقیم اونجاست، خارجی یا مقیم اونجاست یا ایرانی که مقیم اونجاست، ازدواج میکنید و یه مراحل یه پروسه ای داره و چند سال بعدم در اصل نتیجهش میشه دریافت پاسپورت و شهروندی اون کشور. خب خدمت شما عرض بکنم که بهترین گزینه برای مردم ایران کشور اروپایی، حالا الزاماً مردم بیشتر سمت کشور اروپای غربی رو دوست دارن، یعنی منظورم مثل آلمان، مثل سوئد، دانمارک، به خاطر اینکه اونا اقتصاد قوی تری دارن. شما الان بری سمت مثلا ایتالیا و اسپانیا و اینا، اونا هم خب اونا خیلی بهترن ها، یعنی اسپانیا و ایتالیا اینا خیلی زنده ترن، مردمش عشق و حال و نمیدونم بزن و برقص و فلان، خیلی آره دقیقا شادن، خونگرمن. اونم دلیل داره ها شاید جان، به خاطر هوای خوبه، به خاطر هوای گرمه، به خاطر هوای مناسبه. هوا مثل اسکاندیناوی نیست که شما مثلا از 12 ماه سال مثلا 10 ماه سال برف و یخ و بارون. من یه بار با هم که صحبت داشتیم کردیم در حد حرف در حد بحث آلمان شد، گفتم شاید جان تقریبا یه روز در میون تو آلمان بارونه، بعد بارونم که میاد نه بارون معمولی، بارون سیل میاد و یه جوری. خب این هوا خیلی تو روی انسان مهمه و آدم ها رو میتونه شاد بکنه، آدم ها رو میتونه دپرس بکنه، ولی من نظرم کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا برای ایران. حالا من یه چند تا از دوستام توی آلمان هستن، قراره باهاشون ویدیو بگیریم. یه خورده شرایط توی مهاجرت انقدر سخت و پیچیده است، همه یه سری درگیری ها دارن، یا سر اقامت ها درگیرن یا سر بالاخره کسب و کارشون، درآمدشون. تو کشور اروپایی درآمد واقعا سخت‌تره، جمع کردن پول واقعا سخت‌تره، چون مالیات ها سنگینه و پول آنچنانی نمیده. مثلا تو ترکیه یه آپشنی که هست، مال تبلیغ ترکیه رو نمی‌کنم، من زبون نیست، ولی
چیزی که خودم دارم لمس میکنم، چون من اینجا زندگی میکنم، قوانین و شرایط اینجا رو میدونم، به خاطر این بیان میکنم. توی ترکیه واقعا همه کار رو میشه کرد. یه چیزی مثل ایرانه، اینجا حساسیت زیاد نیست، اون درگیری مالیاتی زیاد نیست. اینجا از فروش عکس توی تور میتونید پول در بیارید، توی ثبت شرکت میتونید پول در بیارید، توی مترجمی میتونید پول در بیارید، و آموزش زبان ترکی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش فیلم برای تدوین، مدلینگ و خیلی رشته‌های دیگه. یعنی واقعا دغدغه مالی، درسته پول کم در میاد اینجا، ولی خب میشه در آورد. راهی هم هستش که بیشتر از اون چیزی که فکرش میکنید در بیاد. حالا بعضیا به نفع منفی استفاده میکنن و سوء استفاده و کلاهبرداری این چیزا میکنن، ولی بعضیا نه، صادقانه درست کار میکنن، به یه درآمد استیبلی میرسن، میگن آقا من اینقدر در بیارم کافیه، ولی خب میتونم فراتر از اونم در بیارم. ولی تو کشور اروپایی خیلی سخت تره، از یه حدی بیشتر پول میره بالا، یه پولی میاد تو حسابتون میریزی زیر ذره بین، یا حساب بانکی و این چیزا. مثلا دوستان و خیلی از دوستان از یوتیوب اومدن، هستن سر حساب بانکی خیلی مسئله داشتن، تو اونجا حساب بانکی باز نمی‌کردن یا سخت باز می‌کردن، بعد اینا هم پروسه اولشون بود، میادن اینجا حساب باز می‌کردن، گفتن اب نداره فعلا تا اونجا و کشه یه کردیت کارتی، یه دبیت کارتی، ویزا مستر داشته باشیم که بتونیم استفاده بکنیم، میومدن اینجا. ولی خب اونجا یه خورده شرایطش سخته، بچه‌ها نمی‌تونن با هم ویدیو بگیریم، کلی قول و قرار گذاشتیم، ولی هنوز یه سال گذشته، فرصت نشده. ایشالله اونم در نزدیکترین زمان میگیریم و اونم منتشر میکنیم. درباره کانادا هم که گفتید، ببینید کانادایی یا الان خودشون یا مهاجرایی که از قبل توی کانادا بودن الان دارن به سمت آمریکا مهاجرت میکنن، یعنی خیلی نیرو اونجا داره کسر میشه دیگه، واسه جبرانش داره الان باز کرده سفارت کانادا، میگه ایرانی بیان. که تو استانبول من خیلی دارم میبینم، مثلا توی یه اکیپی که واسه تور اومده، مثلا یه اتوبوس پر مسافره، نصفش واسه سفارت اومده، در کنارش یه تور برداشته که داره مثلا بره بگیر. اینا هم از دوستان میشنم، هم خودم دیدم بارها، راحت شده. ولی خب اونجا چرا پس اون کسایی که از قبل اونجا بودن، خب من مثلا از قبل اینجا ترکیه بودم، سعی نمیکنم ترکیه رو ترک کنم، حالا شرط هر چقدر سخت‌تر بشه با سعی میکنم بمونم، ولی خب اینا از کانادا دارن، خود کانادایی و خارجی ها میرن سمت آمریکا، دلیلش چی میتونه باشه؟ من اجازه بدین این شکلی پاسخ بهت بدم شایان جان. ببینید من نظر شخصی میگم، نظر شخصی من برای خودم ممکنه حالا درست باشه، از دید یه نفر ممکنه درست باشه، از دید یه نفر ممکنه غلط باشه. به نظر من مهاجرت ربط داره به گذشته آدم ها. خب این که مثلا اون آدم توی چه خانواده‌ای، تو کدوم شهر، تو چه کوالیتی زندگی کرده، این رو چون با چشم دیدم این مسئله رو دارم عرض می‌کنم. یه موقع از شما توی خانواده‌ای زندگی کردید که سطح پایین زندگی داره، واقعا خیلی چیزها رو توی زندگی نداشتید، خب پدر یه کارمند بوده، یه کارگر بوده، یا به قولی درگیر این مسائل بودن، خیلی ابتدایی ترین چیزها رو نداشتن، سفری تا حالا اصلا به خارج نرفته که اصلا بتونه قیاس داشته باشه. متوجه این خیلی از این افراد شما برید ببینید اصلا تا حالا سفر سفرشونه بعد این دفعه بوده که بلیط گرفتن و سوار هواپیما شدن و اومدن. خدمت شما عرض کنم این خیلی مرتبط میشه در رابطه بحث کوالیتی زندگی آدم ها تو گذشته. ببینید یه موقع هست، مثلا من بر مصداق بیارم، مثلا دوست خود من اصلا تو کانادا به دنیا اومده بود، نه الان، مال سال مثلا 1989 خب تو کانادا به دنیا اومده، یعنی اصلا به دنیا اومده سلام یه اونگایی کرده و گفت من کانادایی هم و به قولی هم بحث پی آر رو این داستان هم. خدمت شما عرض بکنم که مثلا ایشون کجا زندگی میکرد؟ ایشون در تهران، در شمال تهران، در منطقه زعفرانی زندگی میکرد. پدر استاد دانشگاه، مادر تحصیل کرده، یک خونه بزرگ و به قولی رفاه خاصی داشته. خب وقتی من ایشون رفتش کانادا، هم چند سال کانادا هست، کشوری که به دنیا اومده داخلش، وقتی من یه موقعی با هم صحبت میکنیم و میبینیم هم دیگر یه جایی، میگم خب اسمش هم علیه، میگم علی نظر چیه؟ مثلا کانادا چیه؟ بد نیست. بد نیست یعنی چی؟ چرا میگه بد نیست؟ به خاطر اینکه یه تعداد از این نقاها رو نداشته،
متوجه هستین اون دقیقه تعداد از این دغدغه ها حل شده واسش، مثلا یه چیزایی براش حسرت نبوده تو زندگی. برای بعضی از مردم ما یه چیزایی حسرت تو زندگی، حالا این حسرت هم به خاطر اتفاقایی هستش که حالا جبریه که تو زندگی ایجاد شده براشون، حالا بحث اقتصادی یا هر چی که میشه یا مدنی هر چی که اسمشو بشه روش گذاشت. این یه بحثه که وقتی مردم میخوان انتخاب بکنن میگن خب ما فقط میخوان بریم. ببین شان جان، نمیان بگن که آقا ما کجا قراره بریم، اصلا کجا به ما میخوره، کجا به روحیه ما میخوره. حالا این جالبه که بگم ما ایرانی ها یکی از فلکسیبل ترین آدم های جهانی، یعنی من نمیان حالا این کائنات و این چی بگم باعث شده این اتفاق بیفته، ما حتی ما رو ببرن توی سیبری هم بذارن ما اونجا میتونیم زندگی کنیم. حالا نمیم این جبره باعث شده. خدمت شما عرض بشم که به نظر من برمیگرده به اون داستان و یکی هم که مردم فقط میخوان به خاطر حالا شرایط اقتصادی و امثال اینا بکنن برن یه جایی که به اون آرزوهاشون به اون آمالی که تو ذهنشون هست برسن، حالا یه ماشینی بخرن، یه خونه بخرن. واقعا اینا خونه خریدن تو ایران فکر کنم یه رویاست دیگه. البته آره، برای یه جوون یه رویاست، یا مثلا داشتن یه ماشین خوب برای یه جوون یه رویاست. من یه موقعی میام ایران، مثلا طرف من میگه که آقا میدونی الان ماشین چند شده؟ میگم چند شده؟ میگم لنگ روز شده مثلا 20 میلیارد. آقا شما تو 20 میلیارد تو دبی بهترین ماشین جهان رو میتونی سوار شی. من نظرم اینه که من فکر میکنم مردم دلایلی که نگاه نمیکنن، فقط مهاجرت میکنن میره به این کشورها، دلیلش این میتونه باشه. حالا باز نظر خودتون هم بگید اگر به صورت گفتگو. من موافقم. یه سری اصلا بعضیا مثل خود شخص من محدودیت ها باعث میشه که خارج بشه از ایران. یه نمونهش محدودیت اینترنته. خب هیچ خدماتی به من ایران نمیده، هیچ خدماتی، یعنی کلا نه توی وصول پولم از طریق مثلا یوتیوب یا همین اینترنت ساده که من بتونم دو تا فایل آپلود بکنم در اختیار من نمیذاره. یا من کار استدیو انجام میدم دیگه، آتلیه داشتیم، مثلا کار آتلیه می‌خواستم انجام بدیم، یه دفعه یه مالیات خیلی سنگین میومد، یا من یه پیج نمیتونم داشته باشم دو تا عکس مدلینگ بذارم اونجا، دو عکس دختر بذارم، عروس بذارم، دوماد بذارم. خود عروس دوماد رضایت دادن، شوهرش اجازه داده، رضایت داده که عکس خانمش رو بذاریم تو پیج، ولی از اون ور اماکن نمیذارن، یا میان پیج رو میبرن پلیس قطعا. خب اینا اذیت میکنه دیگه. در کنار این نگاه میکنه میبینیم آقا تو کار که کمکم نمیکنه، بعد کلی هم مالیات داره به من میزنه میبنده و مجوزام که سخت داره بهم میده. یه فیلم برداری عکاسی تو خیابون مجوز عکاسی سطح شهر میخواد، یا فیلم برداری مجوز سطح شهر میخواد که من با کلی داستان به واسطه خبرنگار بودنم اونو داشتم والا، ولی بازم به مشکل میخوردم یعنی داستانشون. ولی ترکیه من خیلی راحت دارم تو خیابون فیلم میگیرم، کسی هم مزاحمم میشه من میتونم ازش شکایت بکنم که چرا این آقا جلوی منو گرفته. یعنی اینقدر پشت آدم میگه تو وارد حریم خصوصی کسی نشو، ولی کارتو انجام بده، ویدیوتو بگی، تو سطح جامعه توی جای عمومی آزاده. یا تو بحث وصول پولم کریدیت کارت در اختیارم گذاشته، کارت بانکی در اختیارم گذاشته، مستقیم پول میاد تو اینجا تو حسابم. و تو ایران واقعا خونه خریدن رویاه، و با اون پول توی ترکیه میتونی یه خونه خوب داشته باشی. و حالا درسته یه سری قوانین عوض شده، یه خورده سخت‌تر شده، ولی خب اقامت اینجا رو بگیری، شهروندی اینجا بگیری، خیلی پوانها واسه آدم باز میشه. مثلا یه شخصی که بیاد شهروندی بگیره، شرکت‌های خارجی محدود دیت‌های خاصی داره، ولی اگه همون شخص خارجی که ترک شده بیاد بشه شریک اون شخصی که خارجیه که شهروند اینجا نیست، با پاسپورت شرکت باز کرده، یا اصلا اقامت روی چالش مایزینش، اجازه کارش، یا روی اقامت توریستیش، یا اقامت ملکیش مثلا میخواد اقدام بکنه، خیلی پوان میده بهش، هم کردیت‌های بالایی میده، همین که میتونه راحت با کشورهای دیگه مراوده مالی داشته باشه، هر بانکی هم بخواد میتونه حساب بانکی باز کنه. برعکس اون کسی که خارجیه فقط چند تا بانک میتونه حساب باز کنه، مثلا دو تا بانک، مثلا زراعت بانک و واکیف بانک. خب اینا یه سری آپشن هاست که آدمو ترغیب میکنه بیاد به کشور دیگه. من خودم سر همین ترغیب شدم اومدم ترکیه و واقعا راضی هم هستم. این در همون جبر زندگی که من جلوتر عرض کردم، اون جبر و محدودیتی که زندگی تو به قولی منطقه و محیط جغرافیایی که شما هستی یه چیزایی رو به شما نمیده. برام بزنید میگه مثال براتون بزنم اینجا فکر کنم این جذاب باشه این رو خدمتتون بگم. مثلا شما تو رسانه‌ها و مدیا شنیدید که توی چین گوگل کار نمیکنه، و واقعا درسته. موقعی که من رفته بودم خدایا میزنیم گوگل.com هیچ ارور، نمیدونم هر چی که مرتبط با گوگل رو
بعد خب چین هم با اینکه یه کشور بازیه، یعنی کشوری که محدودیت مدنی اینا نداره داخلش، خدمت شما عرض کنم موقعیت فیزیکی هم می‌زدیم فلان اینا، میگم هر کشوری بر طبق اون موقعیت جغرافی داره یه محدودیتایی داره، ولی ایران واقعا محدودیتایی مثل همین چیزای عرف که اینترنت و امثال اینهایی که آدم باعث پیشرفتش میشه میذاره، خب خیلی‌ها تصمیم میگیرن که آقا بذاریم بریم و یه کشور بهتری رو واسه زندگی انتخاب بکنیم. دقیقاً. حالا یه دونه از این موردایی که میخوام بهتون بگم اجاره خونه است. حالا نمیگیم خونه بخره، الان اجاره خونه هم داستان شده، رویا شده. یعنی الان من به عنوان خارجی ممکنه مثلا اینجا با دو نفر یا سه نفر به ما هم خونه بخوام بشم، خب، ولی تو ایران الان وضع جوری شده که ایرانی ها با هم خونه دارن میشن، یه دونه خونه نمیتونه اجاره کنه طرف، چون رهن بالا، اجاره بالا. ولی تو ترکیه اینجوری نیست، یه چیز معقوله، را نمیاد اجاره ارزون یا چیزی، ولی اینجا یک نفر یا دو نفره میتونن اینجا خونه تهیه بکنن. مثل کشوره، حالا کشوره اروپایی من دوستامو نگاه میکردم، مثلا گفتم واسه اینکه هزینه اون جبران بشه بتونیم یه ذره پول سیو بکنیم، ما 4-5 نفره مثلا توی یه خونه میمونیم یا میریم توی خوابگاه ها میمونیم که اونجا تنظیم شده واسه ساخته شده واسه این کار که هزینه کمتری بدن و 5-6 نفر با هم کنار میان، یه چیز مستقل جدا، اتاق جداگونه مثلا اونجوری ندارن، یکی دو نفره با هم میمونن، یه اتاق کوچیکه، اتاق خوابت که دو نفر با هم دارن زندگی میکنن، همه چیزش هم مشترکه. حالا تو ترکیه خب یه سری آرامشای اینجوری داره که دو نفر آدم میتونن با هم یه خونه رو بگیرن، حتی یه نفر هم میتونه اگه وضع مالیش اوکی باشه و کارش اوکی باشه میتونه اینجا خیلی راحت خونه‌شو بگیره و توش زندگی بکنه، نیاز نیست نفر جانبی کنارش باشه. این پوانیه که مثلا ایران چین ترکیه نسبت به ایران داره، ایران مثلا اینجوری نیست، با اینکه کشور خودمونه ولی اونجا انگار داریم به صورت خارجی زندگی میکنیم. چیز عجیب غریبه. امیدوارم حالا دوستان به هر کشوری که مهاجرت میکنن قبلش ولی تحقیق بکنن. یه سری افراد توی سوشال مدیا هستن، من خودم رو راست، من خودم کار ملک انجام میدم، کار اجاره انجام میدم، کار ثبت شرکت انجام میدم، دوستان انجام میدم، کار بعدی نمیکنم که، رو راست دارم انجام میدم، ولی یه سری ها میان یه جوری تحت پوششه یه سری کارا انجام میدن که مثلا من بلاگرم، من هیچ سودی نمیبرم، زینف نیستم، فقط میخوام نیت خیرم اینه که اطلاع رسانی بکنم در راه رضای خدا. به خود هیچ کسی، به خدا میتونم اینو قسم بخورم بگم، هیچ کسی محض رضای خدا هیچ کاری انجام نمیده. گربه محض رضای خدا میگه موش نمیگیره، واقعا یه چیزی اون وسط هست. خب کسی که رایگان داره وسط کاری انجام میده یه جا دیگه ازت داره میگیره، یعنی واقعا اینجوری نیست. توی کشور دیگه هم همینه، دبی یا الان دو بحث دبی خیلی اوچای تو ترکیه تبلیغ دارن میکنن، یا یونان که بیاد یونان، قبرسی که من کلا با خاک یکسان کردم با اون ویدیویی که گرفتم. آره ویدیو دیدم، یه سری حقایق بود واقعا، خیلی قبرس میگفتن. ببینید خوبه، نمیگم قبرس بده، مثلا همون امارات دقیقا میتونی خونه بگیرید، اقامت روش بگیرید، پول اضافتون رو بذارید اونجا، اوکی، ولی واسه اینکه بیس زندگیشو طرف اونجا بذاره به کسی که مخصوص نداره، این بزرگترین ضرر. و یه سری شرکت ها واقعا این افراد زیر نظر میگیرن، میگن بیا اینجا این کارو بکن، دو نفر بیار اونا بخرن فلان کن، تو دیگه نیازیست اون موقع پولی بدی. شرکت هرمی واسه خودشون راه انداختن که دو نفر همینجوری بیاد پایین گسترده بشه شکل هرم. خب این چیز جالبی نیست، واقعا میبینم سخت دارم زندگی میکنن، تو رستوران طرف کار میکنه، زبان بلد نیست، اطلاع درست همون داده نشه، فقط طرف خواسته بفروشه. من بیشتر مشتریام که از دست دادم، خودم اعتراف میکنم سر این بوده که اطلاعات بهش بیشتر دادم و خدا رو شکر از دست دادم. دوست نداشتم واقعا یه پولی از اونا به من بیاد فردا روزی به مشکل بخورم بگن خدا لعنتت کنه تو این کاری کرد. خب اینو باید همه بلاگرا، همه یوتیوبرها واقعا بگن، نه یا فقط بگن اینجا قشنگه، اینجا عالیه، رفتیم همه چی توپ بود. باید یه سری چیزا هم بگن که حقایق باشه، طرف بدونه، بسنجه و واقعا منطقی بیاد اونجا. اخیراً یه ویدیوی وایرال شد توی اینستاگرام و سوشیال مدیا، نمیدونم دیدین، از مردمی که رفته بودن آنتالیا یا آنالیا، در از هتلی رو این بلاگرا معرفی کرده بودن که وضعیت خیلی خودم استوریش کردم. آره فکرم خودتون چیز کردم، استوری کرده بودیم، من توی چیزم دیده بودم، توی درس یوتیوب هم دیده بودم اون رو که بشقاباشون رو مینداختن، بشقابای غذاشون رو مینداختن، میشکستن و فلان، اینو وضعیت خرابه. میدونی الان شده شرایط پولی، یعنی مردم دیگه اون وجدانه به اون صورت نیست، خب متاسفانه حالا نمیدونیم همه جسارت نمی کنیم، ولی خب متاسفانه یه دیگه هستن دیگه تمام زندگیشون شده پول،
خب من چجوری پول رو بگیرم از این بابا، این که چه اتفاقی واسه اون بابا میفته دیگه برای من مهم نیست. نه باید مهم باشه، چون یه اشتباه ممکنه اون آدم رو نابود بکنه، ممکنه اون آدم رو زندگیشو. الان مثلا من تو چرا هی ویدیو تو کانال یوتیوب خودم میذارم در روزه دبی، میگم آقا دبی این شکلیه، دبی اون مدلیه، دبی حواستون باشه، دبی رو با تحقیق بیاید. حالا چون ما بحثمون در رابطه صحبت در رابطه کشور هاست و اون تجربیاته، الان دبی هم همین مسئله است که خودتون هم فرمودین که دبی تو خیلی بولد شدی تو ترکیه، حتی برای ترکای ترکیه. ببینید دبی، من اگر بخوام در رابطه امارات و شهر دبی بگم، دبی خیلی راحت شما رو میتونه از صفر ببره صد، یعنی شما بری بالاترین های لول ترین بشی، از صد هم میتونی برسی. آره اصلا با خاک یکسان کنه که کرده. ما کسایی داریم مخصوصا ایرانیای عزیزمون که اومدن حالا یه پولی داشتن اومدن تو اون داستان، وارد مرداب دبی شدن، فکر میکردن به نتیجه میرسن، دیدن میلیاردشون صفر شده و برگشتن دوباره ایران. خب میخوام این رو عرض کنم، دقیقا حرف که شما زدی. من به دوستان میگم نه امارات، نه چین، نه فلان، هر جای دنیا رو میخواید برید، اولا تحقیق درست بکنید و نظر شخصی من اگر امکانش هست براتون یک سفر تفریحی مثلا حالا مثلا دو هفته ای یا مثلا یک ماه به اون کشور داشته باشید، نه تو تایم تابستونشون. آقا مثلا در میگه آقا کی بریم، میگم تو زمستون برو، شما تو زمستون برو، میگم زمستون که سرده مثلا اروپا، خب مردم اومده تو بقا یه اونجا زندگی کنی، باید بفهمی برفش چجوریه، بارونش چجوریه اونجا مثلا. حالا من یه چیز خدمتون بگم، اینم بد نیست برای عزیزانی که میخوان اروپا مهاجرت کنن، این رو بدون یه کشور مثل آلمان، من داییم و عموم هر دو آلمان زندگی می‌کنن، نه که مثلا فکر 4 5 سال، نه یکیشون 30 خورده ای سال فکر کنم، یکیشون دیگه داره نزدیک 40 سال میشه سنی داره. خدمت شما هست که یکیشون هامبورگ، یکیشون کلن زندگی می‌کنن. من یه چیزی به من گفت داییم، مثلا یه لحظه موندم، گفتش که ما مثلا صبح که مغازمون با ایشون مغازه داره اونجا، بیکری داره، مغازمون رو باز میکنیم باید هفته شب ببندیم بره، یعنی قبل از هشت باید تمیزکاری همون میکنیم. چی؟ هشت شب ببندیم؟ هشت شب تازه زندگی شروع میشه. یعنی چی؟ گفت هشت شب آلمان هامبورگ جای دیگه، حالا هامبورگ جز جای شهرهایی هستش که مثلا خیلی زنده هست، نسبی پرجمعیت دازه. آره هشت شب که این مغازه بسته میشه، ببین دیگه کسی نیست تو خیابون، خیلی به ندرت پیدا میشه، چون آلمانیه، چون کسی که تو آلمان زندگی داره میکنه یه کار داره میکنه باید سریع بگیره بخوابه که فردا 5 صبح 6 صبح باید بزنه بره سر کار. خب اینا رو هم در نظر داشته باشید، یعنی مثلا کسایی که ما ایرانی‌ها رو عادت داریم، بعضیامون شبگردی مثلا شب میزنیم میریم تازه غذایی میخوریم، تازه بریم ببینیم آقا کجا مثلا بستنی حلیم یه چیزی گیر میاد بزنیم، مثلا تازه رو فرم بیاریم، تازه شروع کنیم شب. خب اینا رو در نظر داشته باشید که یه موقعی اونجا میرید شک نشید، این مسئله ما داریم میگیم به نفع اونم نیست، این حرفا واقعا به نفع امثال من یا آقا شایان نیست. چرا؟ چون یه عده دیگه میان میگن آقا اونجا بهشته، ولی واقعا اونجا بهشتی که میگنم نیست. خب ما نمیگیم بده، نمیگیم خوبه. خب هر جایی، من گفتم ابتدای ویدیو هم گفتم، هر جایی بر خودش مزایا و معایبی داره. خب بستگی داره شما دنبال چی هستید. ببینید من میتونستم مثلا اروپا رو هم انتخاب کنم برای زندگی، ولی امارات رو انتخاب کردم چون گرماشو دوست دارم، چون سیستم حمل و نقل مدرنیته رو دوست دارم، تنوع نژادی رو تقریبا دوست دارم، نمیگم اوایل واسم جذاب‌تر بود و الان یه مقدار بعد از سال‌ها دیگه یه مقداری خب آدمو سعی می‌کنن برن سمت کلونیای خودشون یا آدمایی که خیلی مثلا به قول پیشرفت بهتری دارن، برن سمت اونا با اونها مثلا دمخور بشه. میخوام بهتون به دوستان عرض کنم، یک، اگر میخواید جایی مهاجرت کنید با تحقیق و با علم اینکه کجا دارید میرید، اگر امکانشو دارید سفر حتما برید به صورت تفریحی، نباشه فقط تفریحی. آره. نباشه. آره. خیلی تفریحی که نه، که تفریحی نه که تو تابستون. بله منم میدونم شما تو تابستون تو سوئدش، تو آلمانش، تو خیلی از کشورها، خب تو لب ساحل اون خانم با بیکینی و فلان و اینا، همه میگن به به چه کشوری اومدیم، ولی همون خانم شما تو زمستون 20 تا لباس پوشیده تو همون کشور اسکاندیناویش. ما نمیگیم، ما به هیچ وجه نمیگیم که کسی نره، اصلا این حرف اشتباهه. خب
شما بر طبق علم و دانشی که روی اون کشور به دست میارید اون کشور مناسب خودتون پیدا کنید. مثال عرض می‌کنم، حالا گفتگو اونم شاید یه مقدار طولانی بشه ولی این نکته مهمه. اگر بیزینس، علاقه به بیزینس دارید، برید سمت کشورهایی که بیزینس می‌کنن. خب مثلا بیزینس توش داغه، مثل امارات، مثل چین، یه کشورهایی که توسعه، حالا کشور عربی هم الزاماً فقط امارات نیست، مثلا قطر هم بازار داره، کویت هم بازار داره، اینا بر طبق اون علاقه‌ای که دارید برید جلو، تحقیق بکنید و برید جلو. اگر هدفمند بخواید باشید، یعنی مثلا پاسپورت بگیرید، شهروندی بگیرید، بچه‌تون اونجا به دنیا بیاد، نمیدونم شهروندی و پاسپورت بگیرید، چون بر مردم ایران پاسپورت مهمه شاید اونجا. دقیقاً محدودیت خاصی داریم ما، هر جا میایم به در بسته می‌خوریم. بله، شما الان با پاسپورت ایرانی شما الان هر جا سلام کنیم یا ویزات کجاست. حالا ویزا گرفتن خودش یه اصلا هفت خانه رستمی هست. به خاطر همین خیلی دنبال بحث پاسپورت، منم به شما حق میدم، پاسپورت مهم هستش. وقتی شما پاسپورت اروپایی داشته باشی میذاری روی میز در از کنترل پاسپورت آفیسر، اون آفیسر یه نگاه دیگری داره به شما. اون کسی که مقیم آلمانه، حالا شما به صورت حقوقی در شهروند آلمان میشی، نیتیوی که نمیتونی شهروند آلمان شی، یعنی شما چون اونا که چشابی هن و پوست سفید دارن و موه بلوند دارن و اونا ذاتن آلمانی هن یا ذاتن سوئدی هن یا ذاتن دانمارکی هن، شما به صورت حقوقی میشی شهروند و از مزایای شهروندیش استفاده میکنی. بله، این چیز نظری بود که من خدمت دوستان دادم. این جمع‌بندی خوبی بود، این آخرش می‌خواستم بگم یه جمع‌بندی بکنم که خودتون گفتید، واقعا استفاده کردیم. گفتگوم یه ذره طولانی شد دوستان ببخشید، ولی خب این مطالبی که داریم ما میگیم و طولانی شدش بخشی از تجربیات دوستان مختلف و من خودمونه که واسه اینها کلی زحمت کشیده شده، کلی ضربه خوردیم، کلی تلاش کردیم تا اینا رو کسب کردیم. به جایی که شما بیاید یک سال دو سال عمرتون رو بذارید، سه سال عمرتون رو بذارید اینا رو جمع بکنید واسه خودتون تجربه کنید، ما تو یه ویدیو مثلا تقریبا حدود 50 دقیقه یه ساعته مثلا جمع کردیم. بعضی‌ها خیلی مفید بود هرچند طولانی شد، ولی خب تجربه تا انتقال دادیم که بدونم واقعا چی در انتظارشونه، چی کار میخوام بکنن، هدف از مهاجرت چیه. یه سری چیزا هستش، پیجا هستن تو یوتیوب هم خیلیه، فکر کنم دیدید یه بنده خدایی هم هستش خیلی معروفه، آخر اسمش پور داره و همه جا هم ماشاءالله داره کار میکنه و خودشو پیغمبری نشون میده که من فلانم، هر کی این اسمو گذاشت کلا بردار من فلانم، ولی اونم دنبال پولشه، ولی خب رو راست نمیگه، مثلا داره لای لفافه میگه کمکتون میکنیم. کمک چه جوری کمک میخوای بکنیم؟ پول میخوای بگیری؟ کمک مالیه دیگه، شما پول در ازش پول داره میگیره، هیچ کسی دقیقاً نه، خب بیانم نمیخواد بکنه، ولی تو یه جوری میگه انگار مثلا عاشق چشابری آدماس خیلی کارا داره میکنه این وسط، سر مردم میزنه، دقیقاً یه مافیایی واسه خودش راه انداخته، اصلا توی هر زمینه ای وارد شده. حتی خیلی شرکت ها توی این ترکیه هم اصلا دنبال این هنها، یعنی تو هر شاخه اشاره کنید رفته توش، توی ماساژ رفته، توی نام باشگاه رفته، توی خرید فروش خونه شرکت زدن، حتی آموزش، توی همه چی دارن وارد میشن که مثلا بگن ما چند منظور داریم کار میکنیم. حالا من پیروه صحبتت، ببخشید باز مجانی پریدم کلمه پیروی صحبتت که در ادامه همین هست، من یه سو جالب بگم، اصلا امارات یه کشوریه که به ایرانی جاب آفر اصلا نمیده. در مخصم همه برسم. آره، اصلا سیستمش این شیه که به ایرانی جاب آفر نمیده. دلیلش هم اینه که مثلا انقدر مهاجر از کشورهای دیگه دارن میان و با خروجی های متفاوتی که دست با ارزون کار کردن و امثال اینها که برای امارات مفیده، اصلا نمیاد وقتشو واسه ایرانی بذاره. خب بعد برای من جالبه مثلا یه عده میان میگن آره ما برای شما مثلا انقدر میگیریم مثلا کار جور میکنیم تو امارات. داداش، برادر، خواهر، عزیز، مثلا امارات به ایرانی جاب آفر نمیده مگر اینکه شما یه تخصص ویژه داشته باشیم. بله، ایرانی اونا همه جا دنیا میخواد، ترکیه هم میخواد. آره، ترکیه شهر میخواد. این خانومی که ایرانی هست تو سمت ونک، این آب آتش، پل آب آتش هست، یه طراحی خاصی داره، این خانوم امارات برداشت بود و برای امارات یه مدتی کار میکرد. خب چرا؟ ایشون ایرانی بود، چون تخصص داشت بود. اونی که پزشک یه تخصص ویژه داره، بله برمیداره میبره، یه تخصص ویژه، نه که طرف مثلا اینجا هیچ تخصصی نداره و حالا با این تبلیغات گل و گلبلی که آقا ما شما بیاین انقدر پرداخت کنید براتون مثلا توی یه کشوری مثل امارات کار پیدا میکنه، خود طرف جاب آفری نمیتونه اونجا قبولش نمیکنه. اگر ایرانیایی هم از قبل تو در امارات در حال حاضر کار میکنن، ببینید ما همین الان ایرانیایی داریم که تو اپل استور دبی مال ایرانی هم دارن کار میکنن. خب اینا نکته داره.
یعنی اینکه حالا یا این ایرانی ها از قدیم اومدن، جزء افرادی هستن که از قدیم مهاجرت کردن، قدیم منظورم 20 سال پیشه، یا اینکه مثلا اینا دو تابعیتی ان، ولی به شما نمیگم، فقط شما میفهمید که اون ایرانیه، ولی نمیدونی ممکنه اون آدم یه پاسپورت دیگه داره و با هویت حقوقی شهروندی یه جای دیگه الان تو اماراته، یعنی اون رو به عنوان مثلا یه دونه فرض مثلا ایتالیایی میشناسن، یه دونه مثلا آلمانی میشناسن. خب درسته یه طرفش هم ایرانیه، ولی بحث اینه، میخوام به دوستان بگم با آگاهی کامل خیلی جوگیر نشید برای این تبلیغاتی که میشنویم، مخصوصا کشورهای عربی که آقا ما پول به ما بده ما برای کار جور. اگر مثلا قرار سیب زمینی پیاز من پوست بکنم خودم هم برم اونجا میتونم با زبانم بلد نباشم نشون بدم پانتومی بازی کنم آقا به من یه کار رو سیب زمینی پیاز خورد بکنم به میدن اونا به حالت به قولی بلک اگه به صورت سیاه به هم کار کنم. بله من دیگه حرف خاص دیگه ای ندارم، حالا میخوان شما صحبت رو براینده نهایی رو بفهم. این داستان توی ترکیه هم هست، توی قضیه کار خیلی شرکت های کاریاب هستن که میان دنبال کار میگردم واسه افراد، ولی خب کار چیه؟ کارگریه. و واقعا من اینو صادقانه و صریح میتونم بگم هر کاری به جز اون تخصصهای خاص توی ترکیه، حتی کار خود من که فیلمبردار، تدوینگر، خبرنگار هستم و حالا تو زمینه مشاورم تخصص دارم چه ملکی چه شرکتی، کارگر حساب میشیم. شاید باورتون نشه ولی واقعا کارگر حساب میشیم، یعنی انگار یه سری برده استخدام کردن و ازشون میخوان کار بکشن. اگه میخواید اینجوری باشید پاشید بیایید. یعنی من خودم دارم علنا خودم میگم آقا اینجوری دارم میبینم ما رو، شرکت ها، مدیر عامل ها، حالا ایرانی، شرکت های ایرانی میگم، حالا شاید شرکت های خارجی یه لول بالاتر حساب بکنن، ولی خب بیشترش اینجوریه، ما رو به چشم فقط کارگر میبینن، کارمند حساب نمیکنن که یه سری مزایا در اختیار آدم بذارن، یه سری پوان ها بذارن، یه سری از بار مشکلات اون رو بردارن. ولی تو کشور اروپایی حداقل، یا همون چین هم فکر کنم باشه، یا امارات، اگه وارد شغلی میشی سعی میکنن دغدغه های کارمند رو برداره از دوشش که شکوفا بشه، واقعا دل بسوزونه واسه کار. ولی اینجا نه، اینجا فقط وعده وعیده. تو ترکیه من خودم خیلی جا وعده وعید میشنوم و شنیدم و خواهم هم شنید و به دوستانم میگم، هر کی میگه این کار میکنم دروغ میگه. اگه اولش اجازه کارت گرفت داد دستت، مطمئن باش اون شرکت درست، برو وایس باش کار کن. زد تو سرت هم چیزی نگو، وایس کار بود، حتما یه چیزی ازت دیده میخواد تو رو بسازه که داره این کارو میکنه. ولی خب معمولا اینجا هم نیستش این قضیه. در کل خیلی ممنون که دوستان همراه ما بودید و آبد جان از شما خیلی ممنونم که وقت گذاشتید، انجام وظیفه بود، تجربتون در اختیار ما گذاشتید. حالا باز موارد دیگه هم بود، اگه فرصت داشتید باز با هم ویدیو ضبط بکنیم خیلی خوشحال میشم و تشکر میکنم. اگه واسه پای ویدیو سخن چیز دارید، منم سعی ممنونم از همه بینندگان عزیز. ما دلمون میخواد که به خاطر در حال حاضر، حالا به خاطر شرایط سخت اقتصادی که تو کشور ما حاکم هست و وجود داره و واقعا داره اذیت میکنه، مردم بتونن انتخابهای درستی رو داشته باشن، انتخابی داشته باشن که اگر بعد از چند سال در اصل نگاه کردن از دور بیرون به خودشون نگاه کردن، بگم درست راه رفتیم، نه که بگم ای خدا ما بدبختیم، ما بیچاره این فلان اینا. انشالله که همه موفق و پیروز باشن. در خدمتتون هستم، ممنون از شما. انشالله واقعا همه هر جایی که هستید، به هر جایی که میخواید برید موفق باشید و برید موفق بشید، یا اگه هستید همونجا موفق بمونید. و اگه حالا دیگه صحبتی نمونه، اگه کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. کانال آقا پدرو هم توی پایین گذاشتم، توی دیسکریپشن میتونید کلیک بکنید و وارد کانالشون بشید، ویدیوشون نگاه کنید. مصاحبه‌های باحالی دارن با کشورهای مختلف و از تجربه دوستان اونجا بهتون گفتن، حتما نگاه کنید. پیشنهاد میکنم چیزی از دست نمیدید ولی چیزی رو کسب میکنید که خیلی ممکنه اگه یکی اینا رو بهش میگفت پیشرفت میکردن. این دوستانی که من خودم اینجوری هم خیلی چیزا اگه بهم میگفتن خیلی جلوتر بودم از اینی که هستم. پس حتما نگاه کنید کانالشون رو. دیگه خدافظی باید بکنیم دیگه. قربونتون برم، خیلی لطف کردین. روز بسیار، روز شب بسیار خوبی داشته باشید.